بسم الله الرحمن الرحیم بچه ها سلام من محمد شیخ الاسلامی هستم مدرس زبان و ادبیات فارسی و این فایل رو برای گروه آموزشی فرادرس ضبط میکنم در ادامه همراه شما هستیم با تدریس قسمت زیبایی آفرینش از کتاب فارسی نهم قبل از اینکه بخوایم بیت مربوط به ستایش رو با هم بررسی کنیم بپردازیم به زندگی و آثار ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی مشهور و معروف به حکیم سنایی قزنوی همطور که در تصویر دارید میبینید سنایی در قرن پنجم هجری در قزنین به دنیا آمد گفته شده سفرهایی داشته به نیشابور، سرخس، مرو، حرات، بلخ و از بلخ هم سفری داشته به مکه به قصد زیارت کعبه که در این سفر دچار تغییر حال شده و این یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهم زندگی حکیم سناییه. اگر بخوایم از آثار او هم نام ببریم میتونیم به دیوان شعر، حدیقت الحقیقت، سیر العباد ال کارنامه بلخ، تحریمت القلم، طریق و تحقیق و مکاتی یاد بکنیم. و در نهایت هم حکیم سنائی غزنوی در اوایل قرن ششم هجری قمری در غزنه درگذشت. حالا با هم بریم یک تست بزنیم درباره زندگی و آثار حکیم سنایی. صورت سوال به ما میگه کدام گزینه درباره زندگی و آثار حکیم سنایی دقیق تر است؟ بچه ها دقت داشته باشید میگه دقیق تر است. گزینه ها رو با هم ببینیم. سنای جزو شاعرانی است که پس از سفر به مکه دوچار تغییر در احوال شد. دو از جمله آثار او میتوان به سیر العباد المعاد، کارنامه بلخ و حقیقت اشاره کرد. گزینه سه حکیم سنائی در عواست قرن ششم در غزنین به دنیا آمد و گزینه چهار در آغاز جوانی سفرهایی به شهرهای تبریز داشت. خب از همین گزینه چهار شروع بکنیم بچه ها. اشاره شده در آغاز جوانی سفرهایی به شهرهای تبریز داشت. شهرهای خراسان نه شهرهای تبریز پس گزینه چهار رو رد میکنیم گزینه درست ما نیست بریم سراغ گزینه سه حکیم صنایی در عواست قرن ششم در غزنین به دنیا آمد نه در عواست قرن ششم در غزنین از دنیا رفت و گزینه دو از جمله آثار او توان به سیر العباد المعاد کارنامه بلخ و حدیقت الحقیقت نه حقیقت الحدیقت پس اینجا هم بخشی است که در گزینه دو اشتباهه و در نهایت گزینه یک رو با هم ببینیم سنائی جزو شاعرانی است که پس از سفر به مکه دوچار تغییر در احوال شد پس همین گزینه یک به عنوان گزینه درست ما انتخاب میشه بریم سراغ شرح بیت حکیم سنائی غزنوی که در بخش ستایش کتاب آمده ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی بچه ها ما هر بیت رو میتونیم از سه منظر بررسی بکنیم. منظر و نگاه اول به لحاظ واجه شناسیه یعنی کلمات و واجه های دشوار هر بیت و هر متنی رو ما بررسی میکنیم. مثلا واجه ملک در این بیت سنائی به معنای پادشاه هست که جمع واجه ملک میشه ملوک. یادتون باشه بچه ها ملک رو با ملک با ملک با ملک اشتباه نگیرید این ملک هست به معنی پادشاه واژه بعدی واژه ذکر به معنی یاد کردن که جمع واژه ذکر میشه از کار منظر بعدی یا سطح بعدی که ما میتونیم بیت رو بررسی بکنیم منظر آرایه های ادبی هست مثلا در مصرع اول ما آرایه تلمیح داریم تلمیح به ذکر سبحان الله و در مصرع دوم هم تلمیح داریم تلمیح به آیه اهدن الصراط مستقیم. یادتون باشه بچه ها ما هر سری هر آرایه جدید رو که با هم یاد میکنیم و نام میبریم مفصلا دربارش اینجا توضیح خواهیم داد. مثلا ما اینجا آرایه تلمیح رو داریم که بار اول هست ما از اون نام بردیم. پس حالا بپردازیم به معرفی و شرح آرایه تلمیح. تلمیح در لغت یعنی به گوشه چشم اشاره کردن. اگر کسی به گوشه چشم به چیزی بخواد اشاره بکنه یعنی همین بحث تلمیح. اما در اصطلاح ادبی اگر شاعر به صورت غیر مستقیم به یک آیه به حدیث به داستان یا روایت تاریخی اشاره داشته باشه میگیم اون شاعر از آرای تلمیح استفاده کرده فقط بچه ها یادتون باشه اشاره غیر مستقیم مثلا این بیت حافظ رو با هم بررسی کنیم یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور از کلید های خود بیت مثل یوسف مثل کنعان مثل کلبه احزان من متوجه میشم که مجموع بیت و اشاره شاعر به ماجرای حضرت یوسف هست و من این رو میتونم به عنوان یک آرایه تحت عنوان تلمیح ازش یاد بکنم حالا با هم بریم یک تست بزنیم درباره آرایه تلمیح در همه ابیات به استثنای بیت آرای تلمیح وجود دارد گزینه ها رو با هم ببینیم یک چرا به سر ننهد هدهد سبا افسر که وصف شهر سبا را بر سلیمان گفت بچه ها از کلیدواجه های خود بیت کمک بگیریم یعنی از کلیدواجه مثل سلیمان مثل سبا مثل هدهد ما متوجه میشیم که این بیت اشاره دارد به ماجرای سلیمان پس در این بیت و در این گزینه ما آرای تلمیح داریم صورت سوال میگه به استثنایه بریم سراغ بیت بعدی فرهاد شورنگیز اگر در پای سنگی جان بداد گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را باز اینجا کلیدواجه های شیرین و فرهاد باعث میشه که من بگم این بیت دارای آرایه تلمیه است تلمیه به ماجرای فرهاد گزینه سه یکی را به سر تاج بخت یکی را به خاکندر آرد ز تخت که تلمیح دارد به آیه تو از و تشا و تو زل و تشا در این گزینه و در این بیت ما تلمیه داریم تلمیه به یک آیه و اما گزینه چهار شد آینه از دیدن رخسار تو محروم تا روی لطیف تو چرا در نظر آید در گزینه چهار بچه ها ما آرای تلمیح نداریم پس گزینه درست ما گزینه چهار است بسیار از دو منظر بیت رو بررسی کردیم منظر واجه شناسی یا لغت شناسی و منظر آرایه حالا میخوایم از منظر دستور زبان فارسی هم بیت رو با هم بررسی بکنیم یادتون باشه بچه ها گام اول در فهم نقش ها و ارکان دستوری مثل اینکه من بتونم نهاد رو تشخیص بدم مفعول رو تشخیص بدم متمم رو تشخیص بدم فعل رو مستند الیه رو مستند رو و دیگر ارکان و اجزای دستور رو مقدمش اینه که من بتونم بیت رو مرتب بکنم پس یادتون باشه ما گام به گام در فهم بحث دستور زبان فارسی با هم پیش خواهیم رفت یعنی من ابتدا این بیت رو مرتب می کنم و در درس های بعدی آرام آرام با هم کار می کنیم و تک تک کلمات رو از منظر دستور بررسی خواهیم کرد. مرتب شده این بیت رو با هم ببینیم. ملکا من ذکر تو را گویم. همین این نکته رو بگم. بچه ها اگر من واجه رو از خودم اضافه بکنم که در بیت من نباشد ما اون واژه یا اون کلمه رو داخل قلاب میگذاریم. یادتون باشه؟ ملکا من ذکر تو را گویم که تو پاکی یعنی پاک هستی و تو خدایی یعنی خدا هستی من جز به همان ره که تو ام راه نمایی نروم یا مصرع دو رو بچه ما دو جور میتونیم بخونیم صورت اول همین که اینجا با هم دیدیم من جز به همان ره که تو ام راه نمایی یعنی راه را بنمایی راه را به من نشان بدهی نروم صورت دومش به این شیوه است یا من نروم جز به همان راه که تو راه نمائیمی. یعنی راه نمائی من هستی پس یادتون باشه مصرع دو رو ما به دو حالت و به دو شیوه میتونیم بخونیم که با هر شیوه که میخونیم معنا متفاوت میشه صورت اول و شیوه اول راه را به من نشان بدهی و شیوه دوم راهنمای من باشی پس یک بار دیگه بگم ما نقش تک تک کلمات رو در درس های بعدی آرام آرام و گام به گام تکمیل خواهیم کرد فعلا به عنوان مقدمه فهم بحث دستور زبان فارسی یادتون باشه ما باید بیت رو بتونیم مرتب بکنیم به لحاظ مفهومی بچه ها من این مفهوم رو این برداشت رو از بیت داشتم یعنی ستایش و حمد خداوند و پیروی از او این برداشت من هست حالا شما میتونید برداشتی نزدیک به همین رو هم به عنوان مفهوم نهای بیت داشته باشید و اینکه یادتون باشه بچه ها توجه به سنت ادبی است این مسئله رو ما میگیم توجه به سنت ادبی شاعران یعنی اگر شاعری بخواد دیوان شعرش رو آغاز بکنه سعی میکنه آغاز دیوان رو با نام و یاد خداوند شروع بکنه ما به این میگیم سنت ادبی شما اگر آثار قدیمی یا آثار کلاسیک ایرانی رو ببینید اکثرا دیوان شعرشون رو با حمد و ستایش خداوند شروع کردن ما به این میگیم سنت ادبی اگر یک نگاهی به بیت داشته باشیم در انتهای هر مصرع کلماتی وجود دارن بچه ها که انتهاشون با هم برابر هست. ببینید خدایی راه نمائی. حالا باز اینجا یادآوری میکنم این خواندن رو دقت داشته باشین راه را نمایی یا راه نمایی. خدایی. ببینید انتهاشون با هم برابر هست. و این برابری باعث میشه من چیزی داشته باشم تحت عنوان قافیه پس کلمات قافی این بیت من خدایی و راهنمایی هستند با هم کلماتی که در انتهای هر مصرع میان و انتهاشون شبیه به همه حالا یک حرفشون دو حرفشون بیشتر یا کمتر شبیه به هم هستند ردیف هم نداریم ردیف چی بود اگر در پایان هر مسرع من واژه یا کلمه بیاد که به لحاظ معنا و ظاهر عینا مثل هم باشه ما به با اون میگیم ردیف که ما اینجا ردیف نداریم اما قافیه داریم بریم به سراغ ابیات مربوط به بخش ستایش که از حکیم ابوالقاسم فردوسی است. مونتا پیش از آن که ابیات رو با هم بررسی بکنیم و با هم تحلیل بکنیم، اشاره گذرا داشته باشیم به زندگی و اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی. همونطور که در تصویر می‌بینید، بچا فردوسی در قرن چهارم هجری قمری در توس خراسان به دنیا آمد. اگر بخوایم درباره پیشینه شاهنامه اینکه چی شد فردوسی شاهنامه رو سرود قدری با هم صحبت بکنیم خوبه که بدونید یک شخصی بوده به نام ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق که این آقا میاد داستانهای پیش از اسلام رو افسانه‌های پیش از اسلام رو جمع میکنه در یک کتاب به صورت متن منصور یعنی به صورت متن عادی و نام اون کتاب رو هم میذاره شاهنامه ابو منصوری این آقا پیش از فردوسی بوده و یادتون باشه بچه ها ما از زمان نوجوانی فردوسی اطلاعاتی نداریم و ما از زمان جوانی فردوسی به بعد اطلاعاتی رو میتونیم دربارش بخونیم و مطالعه بکنیم. آقای ابو منصور شاهنامه ابو منصوری رو نوشت و نسخه از اون رو فرستاد به دربار شاه اون موقع. در اون دربار شاعری بود به نام دقیقی که به ذهنش رسید شاهنامه ابو منصوری رو که متن منصوره به صورت شعر نیست بیاد به صورت نزد در بیاره به صورت شعر در بیاره حدود هزار بیت سرود اما متاسفانه به دست غلام خودش کشته شد اینجا ابوالقاسم فردوسی به ذهنش رسید دیگه اینجا زمان جوانی هست گفتیم از زمان نوجوانی فردوسی ما اطلاعاتی نداریم اینجا هست که حکیم ابوالقاسم فردوسی به ذهنش میرسه راه دقیقی رو ادامه بده یعنی شاهنامه ابو منصوری رو و همینطور ابیات دقیقی رو مقابل خودش قرار داد و همچنین آثار دیگر رو و شروع کرد به به نز درآوردن این داستانها و این ها و نتیجه اون هم همین شاهنامه فردوسی است در نهایت هم بچه فردوسی در نیمه اول قرن پنجم درگذشت با هم بریم یک تست بزنیم کدام گزینه درباره زندگی و اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی دقیق تر نیست بچه ها دقت داشته باشین زیر کلید واجه اصلی صورت سوال خط کشیده دقیق تر نیست گزینه ها رو با هم ببینیم یک درباره دوران نوجوانی فردوسی اطلاعاتی در دست نیست خب این درسته با هم مرور کردیم و بررسی کردیم که درباره دوران نوجوانی فردوسی اطلاعاتی نداریم و هرچه اطلاعات داریم از زمان جوانی به بعد است گزینه دو فردوسی راه دقیقی را در به نظم در آوردن شاهنامه ابو منصوری ادامه داد. بله این گزینه گزینه درست ما میتونه باشه. اما صورت سوال میگه دقیق تر نیست. گزینه سه مورخان مرگ فردوسی را قرن چهارم نگاشته اند. دقت داشته باشید بچه ها. مرگ فردوسی قرن چهارم اشتباه مرگ فردوسی در قرن چهارم اتفاق نیفتاد در قرن پنجم بود پس ما میتونیم فعلا این گزینه رو به عنوان گزینه‌ای که دقیق تر نیست در نظر بگیریم اما گزینه چهار رو هم ببینیم که مطمئن بشیم فردوسی زاده منطقه توس خراسان است گزینه چهار گزینه درسته و در مجموع گزینه سه می شود گزینه درست این تست که دقیق نیست اطلاعاتی که آمده مرگ فردوسی در قرن پنجم بوده نه در قرن چار. حالا با هم بریم ابیات مربوط به شاهنامه رو که در بخش ستایش کتاب آمده بررسی بکنیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. طبق روال و گام اول در تحلیل هر بیت بررسی واجه های مهم اون بیت هست. مثلا واجه خداوند از دو بخش تشکیل شده خدا و وند که به معنی صاحب و دارنده است بچه ها. واجه خرد به معنای عقل کزین مخفف که از این. به نظر من این سه واژه ارزش مطرح کردن داره حالا از نظر شما شاید واجه های دیگری هم باشد که بخواید معنای اون رو به دست بیارید. میتونید از فرهنگ لغت هم استفاده بکنید. بریم سراغ منظر دوم یا سطح دوم تحلیل هر بیت که منظر آرایه های ادبی است. در این بیت بچه ها ما تکرار سامت ر و تکرار مسوت بلند آ رو داریم. ما برای بار اول هست که آرایه تکرار رو نامش رو میشتبیم. پس طبق قراری که با هم داشتیم بریم به سراغ شرح و معرفی آرایه تکرار بچه ها تکرار به صورت کلی در سه لول یا سه سطح اتفاق میفته. سطح اول معمولا اگر یک عبارت یا یک مصرع بخواد تکرار بشه در یک بیتی یا در یک متنی مثلا دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان من خب اینجا دلبر جانان من تکرار شده اینن یا برد دل و جان من اینن تکرار شده ما در این بیت از منظر آرایه های ادبی میتونیم بگیم آرایه تکرار داره و اگر بخوایم سطح تکرار رو هم لول تکرارش رو هم مشخص بکنیم میتونیم بگیم تکرار یک عبارت هست درست؟ خب سطح بعدی بچه ها تکرار یک واژه است اگر یک واژه در یک بیت یا در یک متنی تکرار بشه ما میگیم تکرار در سطح یک واژه مثلا گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید اینجا میبینیم واژه غم تکرار شده یا گفت تکرار شده پس ما اینجا آرایه تکرار داریم در سطح واژه سطح سوم تکرار اختصاص پیدا می کند به تکرار سامت و مصوت در بیت یا در متنمون که پارسال اگر یادتون باشه از اون تحت عنوان نقمه حروف یا واج آرائی یاد می کردن. بچه بحث بسیار ساده ای. سامت منظورش حروف الف باست. ب، پ، ت، س، جیم، چ ه، خ، الاخر. و مصوت هم ا، ا، او که مصوت کوتاه هستند و آ، ای، او مصوت بلند هستند. حالا ما در اسلاید بعدی تست مربوط به این بحث رو حل خواهیم کرد. اما یادتون باشه اگر من یک متنی داشته باشم یا بیتی داشته باشم که بسامت یا استفاده از ها مثلا ب، مثلا پ، مثلا ت فرقی نداره. بالا باشه، زیاد باشه، چند بار استفاده شده باشه میشه تکرار در سطح سوم یا تکرار سامت مثلا ب و اگر مصوت کوتاه ما مثلا ا، ا، او یا ا، او فرقی نداره. هر کدوم از اینها تکرار بشن در یک بیتی یا در یک متنی ما میگیم تکرار مصوت کوتاه ا، تکرار مصوت کوتاه ا، تکرار مصوت کوتاه او یا تکرار مصوت بلند آ، تکرار مصوت بلند ای، تکرار مصوت بلند او. بسیار خوب. و اما لایه دستور این بیت من به نام خداوند جان و خرد سخن خود را آغاز می کنم که اندیشه از این برتر بر نگذرد یادتون باشه بچه ها بخش هایی که من داخل قلاب گذاشتم بخش هایی است که خودم به بیت اصلی اضافه کردم برای فهم بهتر در بخش دستور زبان فارسی ما به امید خدا در بخش بعدی مفصل با هم کار خواهیم کرد و به ترتیب نقش دستوری کلمات را هم با هم کار میکنیم مثلا کدام نهاده، کدام مفعوله، کدام نشانه متمم یا حرف اضافه است کدام متممه، فعل اسنادی و غیر اسنادی و مانند اینها رو مفصل دربارش بحث خواهیم کرد ولی فعلا یادتون باشه مقدمه فهم این که ما اجزا و ارکان دستور رو بفهمیم اینی که بتونیم جملمون رو مرتب بنویسیم و اگر لایه پنهانی داره اون لایه پنهان رو بتونیم برملا بکنیم که همین من یا سخن خود را آغاز می کنم لایه های پنهان بیت من می توانند باشند و اما بخش بعدی مفهوم بیت هست من این مفهوم رو از این بیت دریافت کردم آغاز سخن با نام خداوند و توجه به عجز یا ناتوانی اندیشه آدمی در درک چیستی خداوند حالا شما هر مفهومی نزدیک به این مفهوم رو به دست آوردید میتونید به عنوان مفهوم این بیت به کار ببرید و اون رو بنویسید و یادتون باشه بچه ها مفاهیمی که مطرح میکنیم در تست های قرابت معنایی بسیار بسیار راه هستند و در نهایت بپردازیم به بحث قافیه و ردیف. کلمات قافیه همونطور که دارید میبینید رنگی شدند، خرد و برنگذرد هستند. کلمات قافیه این بیت. اما ما ردیف نداریم. انتهای مصرع رو که نگاه میکنیم به واجه های بر نمیخوریم که اینن یکی باشند. و اینجا ما کلمه قافیه داریم اما ردیف نداریم. ما یاد کردیم از آرایه به نام آرایه تکرار. با هم بریم یه تست درباره همین آرایه حل بکنیم صورت سوال با هم بخونیم در همه ابیات به استثنای بیت آرایه تکرار برجسته شده است باز ببینید در صورت سوال زیر کلید های مهم خودش خط کشیده برجسته شده است گزینه ها رو با هم ببینیم یک رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود یادتون میاد از سامت ها صحبت کردیم حروف الف با یا از مثبت ها بچه ها اگر سامت ها یا همون حروف الف با چند بار در یک متنی تکرار بشن که گوش نواز باشند ما میتونیم بگیم اون بیت یا اون متن دارای آرای تکرار در سطح سامت یا مثبت داره که همون بحث نقمه حروف یا واجارایی الان همین گزینه رو ببینید رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود ببینید چقدر تکرار شده سامت سین س, س،, 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 س. همین باعث میشه من بگم این بیت و این گزینه دارای آرای تکرار میباشد باشد یا دارای آرای تکرار است بریم گزینه دو خیزید و خزارید که هنگام خزان است باد خونک از جانب خاره از وزان است اینجا چند بار سامت خ تکرار شده خیزید، خز، خزان، خنک، خارزم پس در گزینه دو هم ما آرای تکرار رو داریم بریم سراغ گزینه سه به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن به نظرتون کدام سامت تکرار شده و بسامت بالایی داره آفرین سامت شین شهر عشق شهریار دیگه شهره شهر عشق شهر. پس تا به اینجا هر سه گزینه رو که بررسی کردیم ما آرای تکرار رو دیدیم و جالب اینجاست که آرای تکرار ما در این سه گزینه در سطح سومشون بودن یعنی سامت و مثبت که البته ما اینجا سامت داشتیم ولی در سطح سوم بودن گزینه چهار رو با هم ببینیم آتش چگونه دست و گریبان شود بخار عشق ستیز خوی چنانم گرفته است من این بیت رو نگاه میکنم سامت یا مسوتی که بسامد بالایی داشته باشه مثل سه گزینه دیگر من ندارم پس بچه ها ما میتونیم گزینه چهار رو به عنوان گزینه درست این سوال در نظر بگیریم و دقت داشته باشید صورت سوال میگه برجسته شده است و در سه گزینه اول سامت ها برجسته شده بودند. حالا ما ابیاتی هم داریم در ادامه تدریسمون که مسوت برجسته شده. ابیاتی رو داریم که واجهی برجسته یا تکرار شده یا عبارتی تکرار شده. بریم سراغ بیت دوم. خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای طبق روال واجه ها رو با هم بررسی بکنیم. نام بچه ها چند معنا داره. ما میتونیم با توجه به خود بیت این معناها رو برای نام در نظر بگیریم. یکی اسم شهرت. این دوتا معنا رو ما میتونیم برای نام داشته باشیم. میگن فلانی دنبال نامه یعنی دنبال شهرته یادتون باشه. واژه بعدی که میتونیم معناش رو بگیم جای هست. جای به معنای مکان، مقام، گیتی، تمام اینها با توجه به معنای نهای بیت برمیان و درستن. روزی ده یعنی کسی که روزی میدهد. رهنما هم مخفف راه نماست. این یادتون باشه. منظر دوم تحلیل هر بیت منظر آرایه ادبی است. ما آرای تلمیح رو خوندیم. مصرع اول تلمیح دارد به آیه له الاسماء الحسنا و مصرع دوم تلمیح دارد به آیه ان الله هو الرزاب. گفتیم تلمیح اگر شاعر اشاره غیر مستقیم داشته باشه به یک آیه، به حدیث، به یک داستان تاریخی، ماجرای تاریخی و اینجا مصرع اول له الاسماء الحسنا و مصرع دوم ان الله هو الرزاق اگر شما آیه یا حدیث دیگری هم پیدا کردید میتونید به عنوان تلمیح برای این بیت در نظر بگیرید که به رزاق بودن خداوند اشاره داشته باشه به نام خداوند اشاره داشته باشه همینطور بچه ها ما آرایه تکرار رو هم میبینیم. تکرار منتها این بار در سطح واژه است. یعنی کلمه خداوند تکرار شده. سه بار آمده. پس ما خیلی محکم و استوار میگیم این بیت دارای آرایه تکرار در سطح واژه است. و اون واژه واژه خداوند. اگر من بخوام نکات دستوری و ارکان و اجزای این بیت رو هم تشخیص بدم ابتدا باید بتونم بیت رو مرتب بکنم و ما فعلا بیت رو مرتب میکنیم مرتب شده بیت به این شیوه میتونه باشه او یا الله خداوند نام است و او یا همان الله خداوند جای است او یا همان الله خداوند روزیده است او یا همان الله رهنمای است و باز میبینیم واجه هایی که من از خودم اضافه کردم به بیت داخل قلاب آوردم. یادتون باشه اگر ما اینها رو حذف بکنیم یعنی اگر واجه هایی که من داخل قلاب آوردم رو حذف بکنیم و فقط کلمات و واجه های دیگر رو بخونیم میشه خود بیت. ببینید خداوند نامو، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. برداشتی که بچه ها من از این بیت داشتم این بوده. توجه به قدرتمند بودن، رزاق بودن و راهنما بودن خداوند. و باز شما نزدیک به همین برداشت و معنا و مفهوم. اگر مفهوم و برداشتی داشتید حتما میتونید برای این بیت داشته باشید. کلمات قافیه رو ببینیم. جای و رهنمای ببینید. انتهای هر مصرع کلماتی میان که انتهای اون کلمه یا واژه یک حرف یا دو حرفشون بیشتر یا کمتر مشترک هستند. جای و رهنمای چون مشترک هست آی آی ما این دو واژه رو میتونیم به عنوان کلمات قافیه در نظر بگیریم ردیف هم نداریم چون واژه در انتهای مصرع نداریم که مشترک باشد بسیار خوب بریم سراغ تحلیل بیت بعدی خداوند کیوان و گردان و سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر از منظر واژه کیوان یا زحل نام دیگر کیوان زحل است. نام سیاره است. گردان بچه ها یعنی چرخنده چیزی که میچرخند. سپهر به معنی آسمان هست. وقتی اینجا فردوسی میگه گردان سپهر یعنی سپهر گردان. ما به این میگیم ترکیب مقلوب که بعدا دربارش توضیح خواهیم داد. فروزنده یعنی روشنی بخش ناهید که نام دیگرش زهره است یا ونوس هست این هم نام سیاره است. مهر به معنی خورشید اگر بخوایم از منظر آرایه بررسی بکنیم ما در این بیت آرایه مراعات نظیر یا تناسب رو داریم مراعات نظیر یا تناسب بین چه واجه هایی؟ بین واجه های کیوان، سپهر، ماه، ناهید و مهر حالا چون بار اوله که ما با آرایه مراعات نظیر یا تناسب داریم آشنا میشیم خوبه که یک توضیح درباره این آرایه داشته باشیم با هم ببینید بچه ها آوردن واجه های از یک دسته که با هم هماهنگی دارند ما به این میگیم آرایه مراعات نظیر یا تناسب اتفاقا دو تا آرایه هستند که بسیار بسیار تشخیصشون راحته یکی تکرار که قبلا با هم کار کردیم و دیگری همین مراعات نظیر یا تناسب اکثر بچه ها میتونن این آرایه رو در مدها و در ابیات پیدا بکنن خیلی ساده است بچه ها مثالو ببینید ز و گرز و کلاه و کمر زخود و ز در و سنان و سپر وقتی من به بیت نگاه می کنم واجه های آمده که انگار این واجه ها با هم فامیل هستند، با هم هماهنگن مثل شمشیر، مثل گرز، مثل کلاه، مثل کمر، خود یا همون کلاه خود، در، سنان، سپر اینا همشون لوازم جنگن بچه ها پس من زیر این واژه ها خط میکشم و میگم این بیت دارای مراعات نظیر یا تناسب است. تناسب بین چه واژه هایی؟ بین این واژه ها که زیرشون خط کشید. یا مثلا بیت بعدی رو ببینید. پرستار امرش همه چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس. در مصرع دوم، مرغ، مور و مگس. همگی اینها حیوان هستند. پس ما میتونیم زیر این واژه ها خط بکشیم و از اون تحت عنوان آرایه مراعات نظیر و اما مرتب شده بیت او خداوند کیوان و خداوند گردان سپهر است او فروزنده ماه و ناهید و مهر است مرتب شده یا حالت دستورمند بیت این حالت میشه مفهومی که من برداشت کردم این بود توجه به عظمت و قدرت خداوند و در نهایت هم اگر بخوایم به لحاظ قافیه و ردیف بیتمون رو بررسی بکنیم در انتهای هر مصرع واژه یا کلمه ای آمده که انتهاشون ببینید انتهای این دوتا واژه حرف یا حروف مشترک دارند سپهر مهر پس کلمات قافیه هستند ردیف هم نداریم چون واجه ای نداریم که عینا تکرار بشه بریم با هم در مورد آرای تناسب یا مرات نظیر یه تست بکنیم در همه ابیات به استثنای بیت آرایه تناسب برجسته است باز ببینید کلید واژه برجسته است در صورت سوال گزینه ها رو ببینید کمال حسن تو را من به راستی گفتم که حد خوبی گل را هزار دستان گفت باید بگردیم به دنبال واجه هایی که با هم هماهنگ باشند از یک خانواده باشند هزار دستان و گل اینها از یک دسته هستند با هم هماهنگند پس در گزینه یک ما آرایه تناسب یا مرات نظیر رو میبینیم اما صورت سوال به من گفته به استثنا پس باید گزینه های دیگر رو هم بررسی بکنم گزینه دو سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند خیلی واضحه سرو چمن دیگه گل، سمن، اینها از یک خانواده هستند. پس در گزینه دو هم ما آرایه مراعات نظیر یا تناسب رو داریم. داخل پرانتز بگم بچه ها، مصرع اول رو ببینید. سرو چمان من چرا میل چمن چ, چ, چ نه تنها آرای مراعات نظیر یا تناسب داریم بلکه تکرار رو هم داریم یا نقمه حروف یا واج آرایی سامت چه رو هم داریم بریم سراغ گزینه سه بسی تیر و دیماه و اردی بهشت براید که ما خاک باشیم و خشت مصرع اول ببینید تیر دی اردی بهشت با هم هماهنگن بریم سراغ گزینه چهار گزینه پایانی که احتمالا پاسخ درست ما باید همین گزینه باشه کسی با او نو او با همه کس نماند هیچ کس او ماند و بس وقتی ما نگاه میکنیم واجه های هماهنگ از یک دسته نمی بینیم. پس گزینه چهار می شود گزینه درست ما. بریم به سراغ تحلیل ادامه ابیات. بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. به لحاظ واجه شناسی لغت. بینندگان یعنی دو چشم بیننده ها منظورش دو چشمه. مرنجان یعنی رنج مده حالا با توجه به آرایه هایی که بچه ها تا به اینجا یاد گرفتیم یعنی تلمیح، تکرار، مراعات نظیر یا تناسب ما میتونیم این بیت رو تحلیل بکنیم در این بیت ما واج آرایی حرف یا سامت نون رو داریم من میخونم دقت بکنید ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دوبیننده را میبینید نون یا سامت نون گوش نواز هست و سامت بالایی داره خیلی به کار رفته پس ما میتونیم واج آرایی حرف یا سامت نون رو به عنوان آرایی بیت در نظر بگیریم به لحاظ دستوری قرار ما این بود که بیت رو مرتب بکنیم اول تو ببینندگان آفریننده را نبینی تو دو بیننده را مرنجان مرتب شده بیت این حالتی است که دارید میبینی حالا ما بعدها خواهیم گفت که تو میشه نهاد محسوف به مثلا حرف اضافه یا نشانهی متمم بینندگان متمم میشه آفریننده مفعول میشه را نشانهی مفعولی نبینی فعل من هست باز تو میشه نهاد محسوف دو بیننده میشه گروه مفعولی را نشانهی مفعولی و مرنجان هم فعل من هست متا فعلا برای اینکه دستور رو به خوبی یاد بگیریم و گام به گام یاد بگیریم اول باید بتونیم بیت رو مرتب بکنیم دستورمند بکنیم برداشت من از این بیت خدا را نمی توان با چشم سر دید بلکه باید با چشم سر یا چشم دل دید این برداشت ما از این بیت هست به بینندگان یعنی باد و چشم پروردگار یا خدا را نمیتونی ببینی به لحاظ کلمات قافی و ردیف هم در این بیت در انتهای هر مصرع من ای دارم که عینا تکرار شده پس اون رو به عنوان ردیف در نظر میگیرم و پیش از ردیف یعنی قبل از ردیف کلماتی دارم که انتهاشون مثل هم هستند آفریننده بیننده که من از اون تحت عنوان کلمات قافیه یاد میکنم بریم بیت بعد نیابد بدو نیز اندیش راه که او برتر از نام و از جایگاه بدو بچا یعنی به او صورت قدیمیش است برتر یعنی بلندتر بالاتر به لحاظ آرایه واجارایی حرف یا سامت نون و تکرار مصوت بلند آ ببینید نیابد راه نام جایگاه چند بار تکرار شده پس تکرار مصوت بلند آ و همینطور واجارایی حرف یا سامت نون که در بیت قبل هم داشتیم دستورمندی نیز اندیشه به دور راه نیابد که او از نام و از جایگاه برتر است این حالت دستورمندی یا مرتب شده بیت مفهوم وصف ناپذیری خداوند اینکه ما نمیتونیم با فکر و اندیشه خودمون خداوند رو توصیف بکنیم چیزی شبیه به همون بیت اول از شاهنامه بود کلمات قافیه راه و جایگاه همطور که دارید میبینید قرمز شدن راه جایگاه اما ردیف نداریم یعنی در انتهای مصرع من واژه‌ای ندارم که عیناً مثل هم باشه بریم سراغ بیت بعد ستودن نداند کسو را چو هست میان بندگی را به بست بچه ها یادتون باشه مصرع دو رو ببینید چطور میخوانم میان بندگی را به بست به روی دال و روی ت علامت سکون میگذارم بباید بست به لحاظ معنا ستودن بچه ها یعنی مدح و ستایش کردن چو در این بیت و در این مصرع یعنی آنگونه هست یعنی وجود دارد بباید یعنی باید بایسته است میان به معنای کمر بندگی هم به معنای خدمت یعنی میان بندگی همون یعنی بحث کمره خدمت است. به لحاظ آرایه واجارایی حرف یا سامت نون رو میتونیم در نظر داشته باشیم. باز تکرار میکنم بچه ها. دو تا آرایه فهمش بسیار ساده است. همیشه در پاسخ به سوالات از این دو آرایه کمک بگیرید. یکی آرایه تکرار که اگر تکرار در سطح سوم باشه میشه واج آرایی یا همون نقمه حروف یا تکرار مسوت و سامت و آرایه بعدی مراعات نظیر یا تناسب است. معمولا در هر بیت یا هر متنی این دو آرایه رو ما میتونیم ببینیم. حالت دستورمندی بیت کس او را چه او هست ستودن نداند. بباید تو میان بندگی را بست. من چون قصدم اینه که ظاهر بیت رو تغییر ندم و فقط ارکان رو جابجا جا بکنم شاید شما در ذهنتون بگید که اینجا و صورت مصرع دوم خیلی شفاف و قابل فهم نیست. برای همین من ببندی رو داخل پرانتز آوردم. بباید تو میان بندگی را ببندی. اصلش این بوده. من تا من خواستم رعایت بکنم و با توجه به کلمات و واجه های خود بیت مرتب بکنم این کار را انجام ندادم و ببندی رو داخل پرانتز آوردم. و حالا شما میتونید تک تک نقش این کلمات رو مشخص بکنید چطور در چند درس آینده گام به گام راه حلش رو با هم بررسی میکنیم. به لحاظ مفهومی برداشتی که من داشتم بندگی محض بوده. ستودن نداند که را چو هست. میان بندگی را به باید بست یعنی بندگی محض. بود. و حالا شما نزدیک به این برداشت یا نزدیک به مفهوم کلی بیت اگر هر برداشتی داشته باشید درسته. کلمات قافیه هم هست و بست. کلمه ردیف هم ما نداریم. و اما بیت پایانی این بخش. توانا بود هر که دانا بود. زدانش دل پیر برنا بود. به لحاظ معنا توانا یعنی نیرومند، دانا یعنی داننده که مقابل نادان هست و برنا هم بچه ها یعنی جوان. به لحاظ آرایه واج آرایی حرف ب رو داریم ببینید توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود چهار بار تکرار شده پس ما میتونیم واج آرایی حرف ب رو هم در نظر داشته باشیم بریم به سراغ بخش دستور و تحلیل دستوری این بیت ببینید بچه من بیت رو مرتب کردم هر که دانا بود او توانا بود دل پیر از دانش برنا بود این حالت مرتب شده بیت هست و من او رو از خودم اضافه کردم که در بیت من قابل مشاهده نیست و اصطلاحا لایه پنهان بیت است. مفهومی که ما برداشت میکنیم تأکید بر دانش و علم است. و در نهایت هم بپردازیم به کلمات قافیه این بیت که میتونیم دانا و برنا رو بگیریم و ردیف بیتمون هم بود هست که در انتهای هر مصرع ما اون رو میتونیم ببینیم.